Yo, yo. چطورید سلاتین؟ چه خبرها؟ عجب داستانی شده. آقا من میخوام لایو رو جنجالی شروع کنم. طرفدارای هیپوپولوژیست یه سرنگ بفرستن، طرفدارای توهی و تتلو و اینا هم یه آتیش بفرستن. رخ پارسی بد تو حواس. آتیش زیاد. چند تا سرنگ دیدی همه آتیش هم ولی. خیلی عجیبه. من خودم این چند روزه اصلا همش شوک بودم، اصلا نمیدونم چی شد این اتفاق افتاد. همیشه داشت خوب پیش میرفت. من هم با بچه های نسل 4 در ارتباط بودم، راجع به ترکی دارم میبندن، هم با توی صحبت میکردم از اون طرف راجع به ریمیکس حله، هم پلنایی که واسه چیز داشتن بعد از حله داشتن، شکرت و بعدش. این بری کنیم بهتره. سرنگا زیاد شد، جالبه. ستون ریوار کسایی که میگن خوب مگه چی شده، برن تو یوتیوب داستان همه چی توضیح داده شده. ولی بعد جالب میدونی چه، این وسط که همه دارن هم دیگر میزنن و ادامه هم داره، من اونطوری که شنیدم تازه قراره داستان جالب بشه، ترک های دیگه هم داره میاد. از اون طرف جیدال ترک داده با نسیم، از اون طرف کی ترک داده، آلبوم شاهین نجفی اومده. تویو خوندم بچه ها، تویو یه ویدیو دیگه مونده از این حواشی که اونا دارم بعد ریکورد کنم و آپلودش کنم. اول آتیش ها زیاد بودم. کسی که بچه ها جدیدن آتیش نسل یکه، سرنگ نسل چهار که نمیشه بگیم، بیشتر طرفدارای دوکی آرش سرطانه اومد. بچه ها کسی میخواد بیاد بالا بگیم واتس اپ برو، یه صحبت جنجالزی بکنیم. آرش ریبار اگه میخواییم بیان بالا بگیم که نظرتون رو بشنم. خیلی گرم. اوزا خیته فرهام. اوزا بد خیته داداشم. این من یه خبرایی هم دارم از اون طرف، یعنی تازه یه جبهه هم ما داریم که اصلا راجعش صحبت نمی کنه، اونم فدایی و ملتفت هم. یه خبرایی داره به گوش میرسه که فدایی هم علانه یه کاری بکنه، حالا صرفا نراجع به این قضیه، ولی اومدن فدایی به این داستان قشنگ جنگ جهانی میشه. ریوار میگه من نباید دهن آواز کنم. نماجی بیا نظر تو فقط راجع به همین حواشی ریز، حالا نظر شخصی.
بذار ببینیم داستان چیه. آرش سرطان نظر تو چیه راجع به دوکی؟ ای خدا. ولی حالا من اینو بذار من اینو بخونم اول. میگه که خوشتون میاد من نوستراداموس رپم، هر کیو میرنم بهش تاپ میشی افار تعداد کامنت ها، هر کیو میرنم بهش تپ باهاش چپ میشه، تپ باهاش چپ میشه. ولی من چیز داشتم میگفتم، داستان جالب شده چون هیپاپولوژیست به نظر من یه استراتژی داشت میزد که الان به خواستش هم رسید. یه برنامه‌ای داره که توی ویدیو هم گفتم نه تنها باعث میشه که حالا این بریره برداشته بشه، بلکه فوکس نه تنها بیشتر بیاد روی هیپاپولوژیست، بلکه کلن بیاد رو نسل 4. ایمانمون هم هست چطوری داداش؟ یعنی الان خیلی از کسایی که آدم های عادی که نمیشناختن چه خبر اصلا نسل 4 چیه، دریل چیه، جریان جدید چیه، الان 100 برابر بیشتر میفهمن داستان چیه. حاجیت سرطان، حاجی من میخوام بیارمت بالا. ها اوکی اصلا میترسم حاجی. حاجیت داره میاد رو، حاجیت رو ایری. آقا سلام علیکم، من یه خورده تاریک. آره یه نور من بده. مرسی، ممنونم. اجازه بده من این نور اینجا رو خودم. یا الله چطوری؟ آقا لب دریای انزلی هستیم، متاسفانه معلوم نمیشه ولی خب حاجی میگم کیت الان. آقا من واقعا جدی دارم بهت میگم، این اصلا نه واسه خوشمزگی میگم، نه واسه این که کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد یا هیچی، واقعا متأثر شدم دیشب و امروز که این اتفاق افتاده. ببین من خودت میدونی من اصلا تعارف نرم، نه از هیپ هاپ، نه از هیپاپولوژیست خوشم میاد نه از تتلو، ولی این زشته در... که ما میبینیم آقا یکی اصلا میگه اصلا فش خارمادر اصلا یکی میده اصلا، خب گیرم مثلا یکی فش خارمادر میده، چرا باید بیایم پیج یاری رو ببندیم؟ میدونی چی بهت میگم؟ این اصلا خیلی ناجوره. ولی من یه حرفی دیشب زدم به یکی از دوستان، گفتم منتها این از اون بیفای نیست، صدا تو یه خود ندارم، نمیدونم صدا قطع شده. میگم باید یه حرفی خودش بسته که ریپورتش نکنم. آها آها نمیدونم. ولی من دیشب گفتم به بچه ها، گفتم این از اون مدل متاسفانه از اون مدل چیزایی نیست که از اون مدل بیفای یا از اون مدل مثلا درگیریایی نیست که مثلا شما یه گنده جوابتو بده بزرگشی. بیشتر ببین من احساس میکنم هیپاپولوژیست یه خورده درگیر احساسات شد و یه خورده منفور شد دیشب تا الان، در صورتی که همون موقعی هم که با ما بیفی داشته حالا هرچی که بود و اینا، بازم کسایی بودن که پرچمشو بالا نگه میداشتن. میدید چی دارم بگم؟ ولی الان من حقیقتا اصلا تشتکم پریده، اصلا واقعا به اینی که نوشتم دیوونه خونه است، یعنی واقعا دیمونه خونه است، یعنی از اون ورسه خیلی سخت و پرت دادن، چون خیلی واکنششون دادن. آره خیلی واکنششون، من واقعا خودم از دیشب شاید 50 تا استوری نوشتم پاک کردم، یه چیز دیگه هم آخرش رسیدم به این که آقا خونه جدی دیگه، یعنی فلسفی نوشتم پاک کردم، کلا نوشتم پاک کردم، گفتم این کسخله نوشتم پاک جونم. ولی الان تو موزد بیشتر اینه که حالا بجز اینه بی احترامی که هیپاپولوژیست کرده با جریان نسل جدید موافقی، یا حالا حرفی که تو لایو پیش رو اینا بود؟ آره نمیرس. من حقیقتا جدی دارم بهت میگم، با هیچ، یعنی شاید مثلا یه حرف خیلی نمیخوام سعی کنم حرف منحصر به فردی بزنم، ولی واقعا با هیچ کدوم موافق نیستم، چون یه طرف هیپاپولوژیست راست میگه که این آقا خودش با مادر خودش مثل که شوخی داره و من فلان و بیسار و اینجوری، یا مثلا خیلی حرفای اضافه زده میشه، ولی از اون طرف هم من همیشه میگم آقا حداقل کسی میاد تو رپ باید 10 سال خاک این قضیه رو بخوره قبل از اینکه بتونه به 4 نفر که آه به قرآن کی میخواد واسش ما، من این حرفو جو با تو مصاحبه با خودت زدم، گفتم کی میخواد به شما چیز بشه که یعنی ثابت بشه بابا اینا ها اصلا بد
اصلا هر کی اصلا بعد بابا حداقل 15 سال قبل شما، چون نمیتونی بگی با آهنگ تتلی خاطره نداری. آرش سرطان که اصلا آهنگی به زور گوش میده با آهنگای تتلی خاطره داره، شما اصلا نمیتونی بگی خاطره ندارم، نمیتونی بگی من تتلی گوش ندادم، نمیتونی بگی نمیدونم فلان نکردم، نمیتونی بگی دختره رو با آهنگ تتلی بلند نکردم. چی دارم بهت میگم؟ من میدونم چی میگاره. میدونی من کلا من گفتم اول چون که بخوام طرف کسی رو بگیرم اونا نرم، ولی اینکه مثلا اگه بخوام پیج کسی رو ببندن این اشتباس، از اون طرفم این اشتباس که شما بخواید به مثلا کسی که واقعا یعنی ببین خیلی سال هیپاپولوژیست و امسال هنوز مونده داداش. ببین شما شاید اگه مثلا 5 سال دیگه شاهد این بیف بودی کسی خورده ای به اون صورت نمیگیره، ولی داداش میگه نباید، میدونی نباید. ولی امیدوارم که میدونی امیدوارم این رپه آرامشی بگیره، به خاطر اینکه داداش خیلی بد شده اصلا. الان خیلی بد شده الان خود کانکشنال با تتلی دارم کلا اصلا. یه مثلا چجوری بهت بگم، مثلا مجلس رو دیدی فیلم های مجلس و اون یارو لاری جانی داد میزنه آقا ساکت لطفاً، مثلا انگار اینجا یه همهمه و به هم ریختگی هست که خیلی سخته کردنش. کسی هم مثل اصلا مارکت آمریکا دوست نداره زیر پرچم کسی باشه یا مثلا با کسی سایت بشه یا مثلا اینجا مثلا 4 نفر اون ورن 4 نفر این ورن 4 نفر اینجا همه زدن به تیپ و تاپ هم. آره خیلی داستان. این اصلا درست نیست، این اصلا مارکت نیست به قرآن جدی. اصلا کسی اینجوری نمیتونه توی این مارکت بلبشو و آشفته کار کنه، میدونی این ضررش واسه هم هست. این چی دارم بهت میگم؟ این نظریه یه که من میتونم بهت بدم. دمت گرم تو که اومدی، دوست داشتم نظرت رو بدونم. قربونت برم عزیزم. عشق منی. چاکری. خیلی مخلصتی ما. عشقی داداشم. چاکری. قربونت برم بدش. یا علی چاکری. بعد چیزی شده. سالسین. بزن از رپرهای دیگه که تو لایو هم فکر کنم آیسم بود. کی بود؟ ریبار بود. ایمانیم بود. بچه اگه هستیم بیایم بالا، من دوستم نظر شما رو بشنم. ولی اصلا من هنوز شوکم، چون الان چیزی که آرش داشت صحبت میگه واقعا همینه، چون اینقدر همه افتادن به جون هم که من نمیدونم کی با کی دیگه اوکی. حتی توی ویدئویی که سروش گذاشته بود اون رابطه سنگینی که با پوری داشتن یه جورایی نوعی که با در مورد پوری حرف می‌زدی که هم عجیب بود. بعد اون طرف زیرو ترمانکی توی تلگرامش اومده اصلا نسل 4 که پوکیده اون هیچی، نسل به نسل هم قاطی شده قشنگ، مثل مولتیورس مارویل که همه چی رو هواه، نه الان همه چی رو هواه. ساید من چیه؟ من سایدم توی ویدیو گفتم بچه به نظر من هیچ چیزی توجیه نمی‌کنه فوش دادن سروش به تتلوها. تنها چیزی که من میگم آقا حالا حرفایی که زدی خیلی هاش فکت ده توی ویدیوهات، خیلی از چیزایی که از آزه موسیقیایی رپی شماره یک به نظرم پرچم داره نسل خودشه، ولی حرفایی که زده شد توی ویدیوش به نظرم یه اسخایی حداقل، اصلا اسخایی هم بیخیال، حداقل گفته آقا به نظرم حرف من اشتباه بود همین. حالا دیگه حالا بکنی ببینی، حالا توهی درست گفته، تتل درست گفته، پیشو اون چیزایی که پشت پرده بود من در جریان نیستم. حالا اون چیزایی که گفت، من خیلی از حرفایی که توی ویدیوش گفت و ویدیو هم ببینین حق رو به سروش دادن، ولی فوشر دیگه نمیشه بگیم اشتباه نکردن. از اون طرف هم خب فنا چیز میکنن دیگه، فنا دارن بدترش میکنن. کسایی که الان رفتن پشت در خونه هیپاپولوژیست، از اون طرف پیج عالم نه پیجش بسته شده یا نشده، اینا خطریه دیگه. نه برای چی؟ ستونه کنیست داداش، نمیخوای بیا راجبی هواشی صحبت کنی؟ امیر ایزده گل چطوری داداشم؟ راد پرو آقا بچه هر کدوم میخوام بیاین بالا بیاین. راد پرو اتفاقا نظرت دوستم بشنم، چون با هم راجبش که کمری صحبت کرده بودیم.
دانسته زیاد. چش هم چیزیه؟ این موجه هست چی؟ تو چش همه؟ خب نظر ساد هم بشنویم بچه. حالا بچه اگه رپر دیگه کسی دیگه ای هم بود واسهش بفرستید، یعنی که بیاد نظرشو بگه. من فقط خواستم خیلی سریع راجع به یکم صحبت بکنم چون لایف خیلی بهتر. ستونه آجی تو چه موجه رو داره نگاه میکن؟ چه خبری عزیز من؟ آجی تو چشم دوربین یه چیز اینقدر سیاه میبینم آجی؟ بذار ببینم پوت کن آجی. چه خبری عزیز من؟ یکم فوش فوش بشن حوادارا. نم نظرت چی آجی؟ آجی نظرم دیگه آجی من گفتم دیگه داشت فاکین امینم طرف امینمه خب ام جی کی میاد به یه دختر خوبی داری تو آمریکا نمیان بگن که وای ام جی کی خواهش میکنم از امینم عذرخواهی کن به خاطر کاری که کرد نباید این حرفو میزدی. فاکین رپ دیگه آجی تیکه میندازه تیکه میگیره دیگه. بعد تازه به کی؟ تصور کسی که به همه عالم آدم فوش داده داشت که فاکین شجریان که تصور بالاتر نیست که وقتی اون میاد به اون فوش میده برای چی نمیان بذارن تصور برای چی بعد بذارن پاپولوژیست میشه میگم جوابش اینه که بیا طرف فوش مادر به طرف بده. داداش فوش مادر نیست، ناگهان بگم اولا که کلا واجی فوش ناموسی کار پولیه خب این هیچ. ولی واجی وقتی کسی دیگه سمبل شده تو این قضیه داره به کل بچه‌ها میزنه داره به همه مسخره مسخره میکنه به همه فوش ناموسی میده خودش داره فوش ناموسی میده. مثلا وقتی این آدم داره تو رو مثلا مسخره میکنه تو به عنوان یه آرتیست چیکار میکنی واجی؟ میگی وای تتلو خیلی کار زشت بود الان تتلو به شای فوش مادر تو کسی حرف میزنه؟ این چی میگم؟ ببین آجی درسته. خب من دارم اصلا بحث نسل یک دو سه چهار نیست. خب من توی ویدیو هم گفتم من گیر میدم الان به سروشی آمده به نسل یکی تیکه انداخته به نظرم در جایگاهی نبوده خب که اصلا بیفه به نسل یک و چهار یکم عجیبه واسه من. ولی اوکی یا جفت اصلا کلا توی خانواده هیپ هاپم قبول دارم. ولی این که اومد تیکند فوش اصلا فوش ناموسی میداد به زیرو تون مارکت که هم نسل خودشه خب من دارم اینا دارم میگم این اشتباه. نه آجی این حرف تو من اصلا نیستم آجی. این کار مثلا منظورت نگی آجی به تتلو فوش میداد به تون مارکت فوش میداد مثلا منظورت این بود هر کسی اصلا من مهم نیست تتلو زیرو تون مارکت باشه من باشم آخه بیا کن دیگه فوش ناجی رپ دیگه وقتی دو نفر با هم بیف دارن ناجی فوشم میدن دیگه. من خودم میگم با این قضیه فوش ناموسی اصلا اوکی نیستم. ولی خب آجی باید کنار رو بیاییم دیگه. این که مردم فشار میان باید عذرخواهی کنیم یاش عذرخواهی چیه؟ مردم از فوش ناراحت نیستن، مردم از این ناراحتن که آقا طرف اومد فوش ناموس داد بعد اومد قوی تر یعنی هیچ چیزی نداشت راجبش که آقا من فوش ناموس دادم گردن کلفتر گفت آقا من اینم اسکرینشاتش طرف واقعا فلانش فلانه. بله یزید من والا تو این سایدی که هست زیاد طرف عموم نیستم آجی. من یه استوری گذاشتم 500 تا از فالوورام ریختم خب ببینید چی میگم. مردم تعصبی ان من اینجوری فکر میکنم آجی نمیخوام بفهمن طرف نسل یکی بود دمش گرم راه هموار کرده. ولی خب آجی به قول همون خود سروش باید احترام بذارید احترام ببینید این چی میگم. الان حسین آجی داره فاکین تو لایو مسخره میکنه هست چهار قشنگ مثلا اینکه شعبان رو نگه شمپانی هاشه خب مسخره است دیگه هاشه مثلا چه میدونم پیپولوژیست به عنوانی آرتیست غرور داده خب و تطلو مثلا میاد میگه من شعبان رو نگه شمپانی تو یه میلیون نوشه خب هاشه این بده دیگه این قشنگ نیست دیگه حل دستتونم. من میگم همینجا ما رو تنها بزن تنها بزن خدا پس من واسه به خودت باشه عشق من چکرتم چکر. نه حرفایی که ساد زدم باش موافقم دیگه خیابون دو طرف از احترام نسل 50 ساله به 12 ساله فوش بده من نمیگم این کار درستیه اصلا سن مهم نیست. راد پرو میگه کس نگو بچه جان موهاتو درست کن منو که نمیگه سو تو دارم بسار داره آجی بیا بالا داداشم. راد پرو ستونه به چیزه چی میگن رابطه بین نسل ها همراه اول
تنسی ستون چطوری؟ دوست داشتم بقیه بچه هم بیان از نسل نسل ها هر نسلی رپر اگه کسی هستن توی لایف ریکوست بدن که هم صحبت کنیم، اگه هم نه که از حضورتون مرسخ بشیم. امیر میگه فوش رو میگیم فوش هیچی این وسط طبقه یا خدا بامش کردم توضیحات سروش توهی و حسین بعد فوش میخوردن چرا ریخت رو تطلو سوال اینه این بده یعنی کلی داشته بعد میکرده نشته تو این داستان حق با مشتریست. با توی بچه ها قبل لایف صحبت کردم اگه بیاد لایف خوشحال میشه. ستونم چطوری یا چه خبره؟ خیلی مخلصیم خوبی داره. آقا نظر تو چیه؟ آقا من ببین تا یه حدی با این دوستمون که قبل من بود موافقم خب، ولی بحث اینه که چرا موقعی که بحث حمایت شد میگیری شد میگم، یعنی تا این اومدن حمایت کنن یه حرکت خوبی انجام بدن اینجوری شد اینجوری شد میگم. پس یه برنامه‌ریزی پشت این بوده دیگه، اینه ایمونه که مثلا من یه برنامه‌ریزی کنم بگم من میرم تو زد بازی عضو زد بازی میشم خب، تا مثلا به این پروبال دارن همهشون رو دیس میکنم از همهشون هم میدونم دیگه میام بیرون. میگیری شد میگم، یعنی بحث نردبونه بوده این من بیشتر حس میکنم. من خودم گفتم که به نظرم حرکتی که سروش زد تایمش یکم عجیب بود. خب سروشی کلا تو فضای مجازی زیاد نمیاد، یه دفعه بیا لایو بذاره اینا، نمیگم واسه آلبومش بود، به نظرم اصلا واسه آلبومش نبود چون خودش کارش درسته، ولی این یه دفعه بیاد همزمان با زمانی که اتحاد نسل یکم یه دفعه گوند قوی شده بیاد این حرکتو بزنه یکم همین اتحاد نسل یک قوی شده، بعد نسل یک اومده حمایت کنه از دو نفر، اومده گفته گادپوری فولوژیست بیان. ببین من جزء نسل رپر نسل 3 محسوب میشم خب، کار ندادم ولی خب خیلی وقت دارم کار میکنم. اوکی چرا اون تایم کسی نبود این کارو با ما بکنه؟ میگی شد میگم بیاد مثلا یه حالی به حمایت ببین حتی تو لایوش من لایوش رو دیدم حسین تو پشت خطی او گفت آقا بیام یه هولی بدیم نسل 4، اون چیزی که من گرفتم فکر کنم یعنی میخواد حمایت بکنه این حرکت که میخواستم بزنم، ولی آره. اونطوری که بچه‌ها برداشت کردن انگار میگن این تازه تیکه بوده و نمیدونم اینکه بیان تو چنل کوتک بزنن یعنی خودشون بیان نه خب آقا شما بخوای هر جوری بخوای حساب کنی نسل 4 داداش درسته اومده زیر زمینو گرفته ولی مارکت نداره. کدوم کارشون مارکتیه؟ من تا حالا کار مارکتی که کف خیابون اوه بشنوم ندیدم. خب حالا چیز بحثی هستن، حالا شاید یکی دوتا نمیدونم، من نشیدم کف خیابون خیلی. میگیری شاید میگم و اینکه اومده آقا حرف درست رو پوش کنیم بره بالا، اومده حال بده، دقیقا موقعی که اومده حال بده از همونجا ضربه بخوره، خب این بده دیگه، این میشه ناجوانمردی. بعد اینکه شما بخوای مقایسه کنی رپ ایرانو با آمریکا این خودش اشتباه هست دیگه حاجی، درسته از اونجا نشأت گرفته ولی اینجا ایران مرام معرفت فلان داستان اینا هست دیگه. درست اینا هم هست. خیلی مخلصیم رضوان، عشق منی داداش، فدات شم، مواظب خودت. نماز صحبت‌های سلطان خوشحال شدم که تنسی من یه چکه دیگه بکنم. اگه تونی بود حال می تونی لایف که میاد خیلی جنجالیش میکنه، اگه تونی هست تو لایف تونی یه پیام چیزی بده. بسیار خر تو خر. ولی بچه عجیبه چون من اون زمان کل همه این داستانا با حلی شروع شد، این خیلی عجیبه چون من گفتم حل، حتی ریاکشن که بشرفتم گفتم بعد از مدت ها دوباره رپورسر گرم میشه ولی این دفعه نه دیس یا بیف با اتحاد، ولی اونقدر طول نکشید.
بچه یا من یکم دیگه میمونم حالا یا توهی از ریترون کیت بچه ها یا بقیه بچه های نسل چهار کسی اومدن خواهی تگشون بکنی یا براشون بفرستین که یه صحبت ریزی بکنیم چون دوست دارم ریترون کیت چون پشت پرده ای بود که یعنی با لیتو داشتن کار رو میکردن و راجع به این چیزا بیشتر میدونه میتونه بیاد کمک بکنه که ما بیشتر بفهمیم اون طرف هم خب توهی نظر خودش رو بگیم پاشم مجلسی ستون اوهو پاشا میگه دست رو طلا بذارم سنگ میشه دیروز با سروش اشکان پاد حاجی سنگ بذاری طلا میشه اون پادکست رو الان آپلود بکنی 10 برابر ویو میگیره زودتر بدش بیرون من خودم دوستم ببینم وسط این همه داستان متین داد چیه؟ متین داد گمش کردم اکس وای میگه متولد چه ماهی هست من متولد شهری برم شد آره بچه من این لایو چی میگن سیوش میکنم توی یوتیوب میذارم که کسایی که دوست دارم بعدن ببینن این هم از این دمتون گرم که اومدید دکستوب داداش گلم اونجاست اون تیکه که توهی یامی پیکاسو میگه چی؟ میگه توهی کجا بودین چند سالو؟ چرا اواخر دوره کاریش اومده دوباره؟ آج اواخر دوره کاریش که نمیشه بگیم دیگه ماسک فروشی که نیست که یا مثلا کارمنده داره بیمه باشه دیده رب پول ساز توهی علیخی هم ادامه شد دیگه نمی کن توهی آجی اصلا بحث پول رو بخیر آپریسا هم با حال میشد اگه بیاد آپریسا هم آدم بسیار پخته ای امروز اتفاقا تولدش هم از آپریسان تولدت مبارک دادش هم اپیکور تو لایبه میگن بچه اپیکور هم اگه هست خوشحال میشم مینور بیت باکس هم هستم بچه های مینور هم میارم اونا هم نظرشو میگن بچه های رفیه هم سلام رفیق چطوری؟ سلاتین چطوری؟ یزدان جوکوی داستان چیه؟ شما طرفی کین؟ تو چی؟ ما تازه اومدیم تو ما نمیدونیم داستان چیه استقلالی پرسپولیس استقلال پرسپولیس بود موضوع بس؟ هیپاپولوژیست تو یا تطلو؟ هیپاپولوژیست تطلو یا تطلو آره یکی اصلا بده کشیه ای داداش ما دنبال شهر نیستیم نامسن زفتشون خوبه سلام 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 یزدان چطوری سلاتین بیت باکس تو گقاب اوی داداش یه اینترو پورنا بمون نشه الان بذاریم که حواشی زیاده بریم البته علی ما نیستش ما ستاییم ولی خب آره اصلا ستایی هم ولی ما جدی نمیدونیم داستان چیه؟ نه ما اصلا تو لایو نبودیم الان تا اومدیم ریکوست دادیم به این بالا من اون گل روی ماه تو ببینیم والا داستان از این قراره که هیپاپولوژیست من هم یکی اصلا اصلا من لایو هم یه طورش اوکی هیپاپولوژیست اومد پشت ناموس رو به تطلو دیروز بعد بدتر اومد از جدی میگی؟ آره به جایی که چیز کنه مثلا یا کتابی ها تازه بدترش کرد بعد حسین و تطلو اومدن جوابش رو دادن و امروز هیپاپولوژیست پیجش بسته شد و توهی بعد ما تو داستان زده شخص اصلا یه بلبشویه
حالا ما واقعیت تو استودیو چجوری ما الان نمیدونستیم که الان این خبر میشه اینجا ادیت میزنیم. آره ما الان داریم ادیت میزنیم والا از کل این حواشی به دوریم. جدی بریم ببینیم چه چیزای خفنی خواهید شد. بریم ببینیم. آره آره میریم حتما تعهد شده. آره حتما ببینیم چه جوریه. آقا ما پس الان میطلبه یه کاور از هیپوپولوژیست بزنیم یا مثلا از پتلو یه تتلو فیتیپولوژیست قاطی بکنیم درست کنیم ریمیکس خفن. آره یه مشاب میزنیم ریمیکس تتلو هیپوپولوژیست میانجیگری کنیم اشتی بدیم. آه برو ما خواستیم این جور رو بزنیم. یه دو سه چار دو 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 یه سیب بگم یزا یه سیب بگم ما دیگه انقدر اینو زدیم دیگه انقدر زدیمش دیگه هیچ خودمون واسه خودمون هیچ خنده ای نداره دیگه اصلا. من نمیدونم اگه هنوز جذابه بزنیمش نه هنوز جذاب یزا من یه چی بگم واسه من یه دقیقه یه تیشرت بپوشم یه دقیقه وایسن زیر پوشتم تیشرت بپوشم یه دختی الان کار داره. آرمی رابی چه خبر برده؟ خودت چه خبر؟ ما آخرین کلابی که با هم تو یوتیوب زدیم و هیچ موقع فراموش نمی کنیم. موقع آقا بچینیم یه کلاب هم واسه یوتیوب ما بریم اگه اوکیی هر موقع پایه بودی چی شد؟ صدا کنم صدا را هستم ایوه صحبت کنیم راجعش. آقا جانم. من یه سورپرایز واسه دارم. تیشرت هست عکس من نه یه ذره خجالت میکشم ولی میخوام این ریسک رو بکنم جلوی 3400 نه بزرگ بعد این تیم شات میگیره میگه یزدانی آجی کچل کمه بابا مشکل شده شبی خلافکارا نشد خلافکارای اصلی این 30 سال الان از نیمرو شبی این چیزا شده زندانیا هستن میخوام راست بیام قضا بگیرم چی زندانیا شدی سوتو نوازنده که مثلا دایلوج ابرو و سیویلا من گذاشتم بود مثلا تو زندانم وکیل بندن ولی بهش میاد. من فکر کنم بهش نمیاد ولی بهش میاد. شاید آدم ماهو شده. آدم مدل پنجم. بجا فرمان تدایی باید میشه. من سیه زنی فکر کنم تختی. اوه هیچی دیگه من بدانم. داداش آدم همیشه باید یه آرتیست موش کوتاه باشه. من مثلا 6-7 ساله اصلا ربطی نداره آرتیست میتونه موهاش بلند نه داشت الان چند نفر بگم توپاک ام ان ام نمیدونم بیگی دیگه نمیدونم یه چند تا رو بگو چی رپر اولد اسکول که مثلا کچلانم بیگی توپاک گفتم اینا رو داشت هیپاپولوژیست خود تتلو هم کچل داشت موهاش زده کلی تتو بگیرید آقا دمت گرم خوشحال شدیم اومدیم جزایی جون خیلی خوش شدید شب خوبی داشته باشی مرسی منو دورت بودون نمیرم اده باشی چکر کلن بر بچه مینور بیت باش تو داستان نبودن این بده من برای بار آخر یه چکی بکنم کسایی که دم آرمین را برم تو لایو اونم حرفای جالبی میزنه. آرمین داداش اگه هستیم مثلا نظر تو بشنم و یعنی که دیگه ببندیمش. من چون همیشه خودم و دوروریام خیلی رپیم فکر میکنم مثلا یه اتفاقی تو رپ فارسی میفته دیگه اندش یعنی هر جا میری مثلا راجع به رپ دارن حرف میزنن بی بی سی فارسی که باز میکنی مثلا راجع به رپ دارن حرف میزنن در صورتی که واقعا همینیم یعنی فقط خودمونیم اونقدر رپ چیز گونده ای نیست واسه خودمون زندگیمون شده رپ واسه اینه سوال که اومد داداشم اگه هستی بیا نظرتو خیلی میتونه بحث برانگیز باشه
آرمین داداشم من ریکوستی ازت نگرفتم، اگه میشه ریکوست بفرست. ستون سوالک پشت پرده همه داستانه که الان داره اتفاق میفته زیر سوالک، زیر سر سوالک داره نه زیر سوالک. بار من حاجی نمیگیرم ازت هیچ ریکوستی متاسفانه، همچنان شاید من قاطی کرده چیزم. میخوای ببن یه بار دیگه بیا. یکم مشکوکه. من نمیدونم چطوری ریکوست بفرستم بچه‌ها. بچه‌ها دارن توضیح میدن که چطوری میتونی ریکوست رو بفرستی. سوال که دادشم اومد و رفت. خب ببینیم چه خبره. آقا سلام علیکم. یا عباد بری سلطان خوبی؟ چه خبر؟ اشتانی سوال یه جمله گفت رفت. احترام برم تقابل. آقا سلام علیکم خبر تکیه. آقا من دیدم دیشب و اینکه والا بینه کن قشنگیش این که ملت آخه دوست دارن این اتفاقاتو. خب یزدان و اینکه علاقه مندن به این قضیه که این اتفاقا بیفته و جالب میکنه قضیه رو. یعنی مثلا یه کار حرفه‌ای که بیای انجام بدی اونقدر بازتاب نره که حاشیه داشته بازتاب داره تو ایران، ولی در مورد اینکه ادب رعایت بشه در مورد من تو موزیک که اصلا اینو قبول ندارم. تو موزیک آقا هر کی میتونه حرفشو بزنه، انتقاد کنه، دیس کنه، ولی خب تو فضای خارج از موزیک و اینا جد قشنگه که اتحاد برقرار باشه. و اینکه نمیتونم حقو بدم اگه سمتی آجی، من امروز صحبت‌های سروشی پاپولوژیستو شنیدم، اگه سمتی آجی این صحبت‌ها رو که کرد یه خورده من قضاوت نکردم همون دیشب، ولی صحبت‌های امروزش که شنیدم دادش یکم دیدم حق با اونه. ایه برم این که آقا احترام به صدا داری یزدان؟ آره آره دارم آجی. آره آره ایه برم که احترام به بزرگتر و این داستانا و قدیمی‌ترا اینم هستش. ما این احترام که نیست تو خیلی جا نیست. ما الان 70-80% سمپاینا آقا به بزرگتر احترام نمیذارن. خب این که 100% تو جامعهمون اینجوری شده. اما این که میگم جفت طرف اگه یه زاویه که میبینی دادش حق دارن دیگه، جفت طرف حق دارن. ببین تو یعنی بیشتر این مصاری احترام دو طرف است یا این که میگم اصلا در هست بده پوپولوژیست نباید اصلا بهش بر یزدان من صدات واسم قطع شد. من تو خیابونم کامل متوجه نشدم چی گفتی، ولی اگه بخوام بگم چی حق داره نمیتونم حقو به کسی بدم شخصا، ولی خب اینجوری که سروش گفت مشکلش با حسین تویی بود اصلا تا مثلا امیر تتلو، مشکلش با حسین بود تا امیر تتلو. من چی میگم داشت آقا حسین گفته ورس منو بردارید، نمیدونم توهی گفته اسم منو بیار، ولی این وسط نمیدونم چرا به امیر تتلو مثلا فوش داد. من چی میگم اصلا توی ویدیوشن راجع به تتلو صحبت نکرد. آره دقیقاً من همین بحث این بود که چرا امیر تتلو مثلا این وسط این اتفاق افتاد. ولی خب مینی اینجوری بگم بهتره، اینجوری بگم خیلی بهتره.
تعصبی خیلی ما رفتار میکنیم راجع به همه چیز. خب راجع به همه چیز تعصبی رفتار میکنیم فقط. و اینکه باز نظر من، شخصا نظر من اینه که این مشکل هم مثل مشکلهای دیگه حل میشه بینشون. و اینکه اونقدی مثلا یا این چی میگم انفجاری رخ نداده الان، این انفجاری رخ نداده که حل شدنی نباشه این قضیه. یه چیزی که حل میشه، خب الان مثلا قبلا هم خیلی خود رضا و تتلو مگه دیس ندادن به هم، مگه کلی وایس ندادن به هم دیگه. این مشکلا ببینید، مشکلا پیش میاد تو رپ فارسی حل میشه. من الان خودم شخصا من فکر نکنم آجی یه تعریفی از خودم بکنم عشق کنم خودم با خودم، آجی من فکر نکنم من مؤدب‌تر و باادب‌تر تو مثلا فضای کاری باشه. خب ندیدم آجی، ندیدم. من اصلا خودم میدونین اسیس میگیرم، نه ادابازم نه هیچی. خب ولی خب تو موزیک مثلا با طرز فکر سهراب امضایی من مشکل دارم. خب میام تو موزیک دیس میکنم، این چی میگم تو موزیک هم میام دیگه، آقا با طرز فکرش مشکل دارم، ولی مثلا تو مثلا میبینی تو خیابون نمیام بهش فوش بدم. یعنی جنگ جنگ نرمه دیگه، به قول معروف بهتره که تو موزیک اتفاق بیفته. میدونم چی میگم. دمت گرم، خیلی ممنون که اومدی و نظرتو گفتی. دورت بگردم، منم آنتنم خیلی ضعیفه، برم که آجی من فکر کنم صدام گیر میکنه. بعد یه تشکرم کنم رفقایی که تو لایو بودن، اومدم آجی دمتون گرم، خیلی بهم انرژی دادید، پیاماتون رو خوندم، کوتی که همه تون هم آجی ابوالفضل دنی رفت فارسی، اونایی که پیام گذاشتن همه تون با عشقید. یزدان دورت بگردم، ایشالا حالا یه موقعی که آنتن داشتم بتونیم درست حسابی صحبت کنیم. عشق من داشتم، دمت گرم، برم بگرم دورت بگردم. عشقش خیلی جالبه، دیدگاه متفاوتی راجع به اینا دارم میبینم. مثلا من به شخصه راجع به آرمی ریوار و حالا طرز تفکرش یه چیز دیگه فکر میکرم. بعد از ویدئویی که هیپوپولوژیست گذاشت کلا خیلی از نظر عوض شد. بچه ها میگن انگار ویناک و بقیه بچه ها هم هستن، اگه میخوان ریکوست بدن، اگه هم که نه من دیگه برم که حداقل ویدئو رو درست کنم. مرسی که اومدین بچه‌ها. حالا من اینو سیو میکنم میذارم توی یوتیوب. سوال کم بچه‌ها میگم، من نمیدونم اگه سوال داشت هنوز هستی بیا نظرتو بگو، اگه هم که نه حالا بعد با هم صحبت میکنم. من سوال کنم، چیزی که میخواست بگه رو گفت، گفت احترام چیز متقابل. مرسی که اومدید ستونای من. من اینا میذارم توی یوتیوب، اگه حالا بازم خواستم لایو چیزی بذارم قبلش بهتون میگم، این دفعه یهویی نیست. مرسی.